ان الحمد لله. نصلي ونسلم على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت, أنت كما أثنيت على نفسك با سلام مجدد قسمت دوم دو برنامه امروز چهارمین جلسه فکر کنم در سیره نبوی امروز نگاهی میکنیم به محیطی را که پیامبر اکرم صلی الله قبل از اینکه وحی نازل بشه زندگی میکرده مکه مکرمه که حکمت خداوند چی بود که این شهر را زادگاه محمد علیه الصلاه قرار داد و محل بعثتش این نظر تاریخی بهش میگن بعد تاریخی بعد تاریخی نبوت مکه مکرمه همچنان که میدونی سرزمین است خوش کلم یزرع و حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی خانه کعبه را اونجا تجدید بنا کرد همچنان در سوره ابراهیم آیه سی هفت میخونیم میگفت ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذر عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة أي من بعض يزور يمرا در بدون زراعات غير حاصل الخيز در نزد خانه حرام بيت الله الحرام سكونت دادم تشكر كونان لیقیم و تا اونجا عبادت بکنن نماز بکنن و هم از این آیه هم از اون که از حادیث صحیح ثابته از واقعای سیر نبوی یه موقع لذت های دنیاوی هست سرسبزی زمین محیط یه موقع های روحی هستش اگر, ساد... اگر لذت مادی با روحی یک جا جمع بشه گاهی امر مشتبه میشه قاطی میشه ولی خداوند بنا به حکمت های اینجا انسانو غربال میکنه مثلا اگر خانه کعبه رو میذاشت در یک سرزمین خوش آب و هوا حاصل خیز مازندران غرب سوئیس نمیدونم کشورهای استرخیز و مردم میرفتن لیکن چکار میکردن برای تفریح میرفتن اما الان شامری خانه کعبه هوا گرمه سرزمین خشکیه لیکن با این حال احساس لذتی میکنید احساس سعادتی میکنید که گویا اینجا خداوند همه لذت های دنیاوی رو گذاشته کنار لذت روحی رو به انسان عطا میکنه به قول محروم شریعتی میگه همه جا شما دنیا برید افتخار در سربلندی و بالا رفتن شما خانه کعبه همش پایین میری تا به خانه کعبه برسید در داخل یک نسبتا یک گودال در ره الان در که درست شده خوب شده انسان وقتی که به دنیا میاد شاید در هم شرایطی که میخواد بعدا لیکن از اون چی که هدفش دور میشه یعنی دنیا این یعنی کنم که دنیا گاهی لذت دنیا گاهی باعث میشه هجاب میشه بین انسان و بین خداش شما نگاه کنید بسیاری سرزمین ها رو خوش همان نعمت های دنیایی به وفوره لیکن این باعث شده که مردم از دین دور بشن بین خودشون و بین خالقشون این دنیا مانع بشه سازمان های دیگره رو دی بی که خوش کنده که کن با خدا ارتباطشون بهتره گویا که بین لذت های روحی و لذت دنیاوی یک تناسب عکسی وجود داره اینجا وقتی خداوند می که از قول ابراهیم علیه السلام ربنا اینی از کم من زوریتی ای پروردگاه را من از زور، زوریم را در سرزمین خوشکلمی از رد در پیش خانهت رها کردند تا نماز به نه ای سینه بزنن زنجیر بزنند نوهای بخونن مثل مشرکان راپزی که به دروغ خود را پیروی همامالی میدونن مقصودم اینه که گاهی من خداوند عطایی گاهی اتاش من ای ولزا اصان تکره و خیر لکم چه بس اک شما چیزی بدتون بیاد لیکن خیرتون درونه چه شما چیزی عاشق بشید لیکن شرتون درونه والله یعلم و انتم لا تعلمون خداوند میداند و شما نمیدونید این نکته رو همیشه در ذهنمون بگذاریم که این دنیا در مقابل آخرت هیچ نیست. صفره ولی در آثار هست که پیامبر فرموده دنیا نسبت دنیا با آخرت مثل سوزن است که شما در دریا میزنید بمیارید بیرون اگه شما در کشوری هستید که اونطور که شما آرزو میکنید نیست لیکن با خدا نزدیکید خدا شناسید بدون که سعادتمندید بزرگ سود بردی اما در کشوری هستید که جنت زمینه لیکن این جنت زمینی این نعمت ها این لذت ها هجاب بین شما بین خداوند تو از آخرت دور نگه داشته بدون که بزرگتین زیان کننده ای هر جا که هستی در هر شرایطی که هستی تقدیر خدا را قبول کن قضا و قدر خدا را قبول کن لیکن به کتاب شنگ بزن او موقعی که حکمت خدا رو بهش می رسید بلکه هر چی که رخ بده اراده خداونده و هر آنچه که رخ داده خدا خواسته خداوند عزوجل در کتاب کریمش به قریش منت میذاره لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف كشف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف شو ما كزم يسان طابستان دوتا سفر ميكوني خداي اي خونه رو عبادات کنید که شما را از نجات داد و امنيات بتون داد ولی اهل علم میگن که یکی از دو تا نیمت های خدا بر بندگانش امنیت یک شکمش لغنانی داشته باشه سیر باشه در سور نهل آیه صد میخونیم و ضرب الله مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنه نه مثال میزنه یه شهری رو که آ در امن بود مطمئن بود رزق روزیش از هر طرف میاد فکفرت به الله به های خداوند کفر ورزید فاذاقه فا الله لباس الجوع والخوف خداوند لباس گرسنگی و ترس و پوشون به مکان و یسنعون به آنچه که انجام میدادن اراغو میبینی آن به این وضعیته من اخسای دیدم در سالهای شست شست میلادی درست مثل،, مثل, مثل چنان وفور و نعمت بود مثل خریج الان ایرانی ها رو نگاه کنید پنجه سال پیش تا الان نگاه کنید چه بد وقتی هند الان پیانبر اکرام می فرماید من اصبا همین کم آمنم پی سربی معافن پی جسدی اندهو قوت یومه فکانما حیزت له دنیا کسی که ایمان و خوبی داشته باشه واحد باشه مشرک نباشه این که شما قبر پرست نیستی شکر خدا کنید این که شیعه بودید قبر پرست بودید و هدایت شدید شکر خدا کنید دو چندان خدا من کسی که ایمان و خوبی داشته باشه و صحت و سلامتی داشته باشه و رزق روزی روزشو داشته باشه گویا کم دنیا رو داره انسان وقتی که ایمان میاره حس م... وقتی که موحد میشه خرافات رو رها میکنه امامت و امامت بازی و بقیه چرت پرتایی که یهود داده به شیعه اینا رو میذاره زیر پاش همچنان خود اهل گذاشتن زیر پاشون و خودمون بزرگان هرگز این خرافات رو نداشتن وقتی که ایمان توحیدی میارید حس میکنید که زیر سایه و رحمت خداوندی که زای خداوند با شماست حفظ خداوند با شماست تایید خداوند همراهتونه توفیق خداوند همراهتونه نصرت خداوند همراهتونه یعنی یک معیت خاص خداوند با تون هست اهل علم میگن این معیت تاییده توفیق حفظ ورزه در آیه میخونیم و ان الله مع المؤمنین خداوند با مؤمنانه در آیه دیگه میخونیم و ان الله مع المتقین خداوند با اهل تقوایه در آیه آل امران سا سی میخونیم ولا تهن می خونیم و ان کنتم مؤمنین نخورید غمگین نشید به هر شراطی که هستید مادامی که شما مؤمنی شما برتری اصل بلکه اصل آخرته اما در محیطی که پیانبر اکرم صلی علیه و زندگی میکرد بعضی از بقایای اخلاق بود شجاعت بود مروت بود کرم بود و رضا پیامبر اسلام می که انما با استو معلمان. من معلم گیخته شدم همچنان که امام ابن, باجی، ابن ماجی از حدیث عبدالله بن عمرین روایت میکنه آموزگاره بهترین شو آموزش مردم تحذیب اخلاقشون تحذیب دینشون تحزیب عقیده شون قبل از هر چیزی در حدیث دیگر که امام احمد روایت میکنه امام حاکم و بهقی بو از حدیث ابو هرره بو استو لعتمم مکارم الاخلاق من مبعوث شدم که ارزش های اخلاقی رو کامل کنم یعنی در جامعه که هم بوده ارزش های اخلاقی بوده همین شجاعت که ذکر کردم و روات لیکن توحید نداشتم ایمان درستی نداشتن ورسا در حدیث که امام بخاری نقل میکنه پیامبر میفرمایند خیار خوب الجاهلیه خیار خوب اسلام بهترین شما در جاهلیت بهترین شما در اسلامه اذا فقهو اگه اگه علم یاد بگیرند فهم فهم دین داشته باشند و پس ارزش هایی که در جامعه نبوی بود در جامعه مکه بود پیغمبر اونها رو تایید کرد و رضا مثلا انتره میگه در شعر خودش و دو طرفی ان بدت لیجارتی حتی یواری لیجارتی معواها من همسایم زن همسایم همسایم یعنی زن وقتی که از خانه بیرون میشه من نگاهش نمی کنم تا اینکه اون آرام رد بشه و یه پیانبار پیانبر فرات که من مبعوض شدم تا ارزش های اخلاقی رو کامل کنم شیعه اومده شکار کرده <applause> ارزش زنا رو عبادت کرده نه اینکه ارزش اخلاقی رو کامل نکرده زنا رو شما هیچ مذهبی دیدی در دنیا که با زنا به خدا نزدیک بشه میره سیغه میکنه اسمشو اسمشو دین میذاره حد و حدود نداره نداره شاه تهماس مل اون دو هزار سیغه ای داشت دو هزار دختر سیغه ای اینا رو از کی پیدا کرده؟ از یه پلید که شاه, که مجلسی پلید براش درست کرده بود این با آلویته که به زنا به خدا نزدیک بشی به دروغ به خدا نزدیک بشی تغییر کن به خدا نزدیک شو شرک کن به خدا نزدیک شو این دین این ولیسا پیانبر می که من مبعوض شدم که ارزش های اخلاقی رو تکمیل کنم ولیسا انسان صالح حتی قبل از اینکه ایمان بیاره انسان صالح یک خداوند ایمان نصیبش میکنه شما دیدی این این شیعیان فحاش هدایت میشن خیلی نادره اما اینا که هدایت میشن 99 درصد اونایی که قبلا خودشون آدمای خوبی بودن در معاملاتشون در اخلاقشون در رفتارشون اینکه حق بهشون نرسیده اینا که پیغمبر فوش میدادن کسی از اینا مسلمان شد آدم بعد کند هم با هم جیس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز ورزا شما ب... نگو شما کی هستی همراهانت کی هستی به من بگو همراهانت که من بگم شما کی هستی بس انسان صالح در اخلاقش در رفتارش قبل از اینکه ایمان بیاره صالحه ورزا خدا من ایمان نصیبش میکنه ورزا خدا من متولیش میشه و هو یتولد صالحین در سوره عراف آیه 196 میخونیم که خداوند متولدی صالحان و نیکان میشه مثلا شما اگر انسان صبور باشید بردبار باشید صاحب مروت باشید مهماندار باشید بر کارهای مصیبت زمان بر مردم کمک کنید خداوند دستو میگیره ورزا شما نگاه از دقیق جملات حضرت خدیجه ملمونین خدیجه علیه السلام به همسرش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه آله وقتی که به شواهی نازل شد چی بود؟ ما یخزیک الله ابدا خدامان تو رو تنها نمیذاره و چطور خدیجه اینو یعنی چطور میدونه؟ قبل از اینکه وحی نیست که قبل از این اسلامی نبوده اما چی میگه؟ والله لا یخزیک الله ابدا خدامان تو رو تنها نمیذاره ای چرا این نکله تو کرم ضعیف تو انسان مهمانداری هستی مهمان رو اکرام میکنی بار مردم رو دوش میکشید مردم در مصیبت ها کمک میکنید اینا, اینا پترته اینا دین نمیخواد امروز در میان کافران هستند افرادی که اینچونه این, این هست دین, دین حق بهشون نرسیده ورزا وقتی شما میبینید یک جوان مؤمن میشه مستقیم میشه پاک دامن میشه توبه میکنه صادق میشه امین میشه اینا همش توفیق خداونده و توبه کردن در جوانی شیوه پیغمبری است و نه در پیری میشود هر گرگ در رنده میشود پرهیز کار واسه در سوریه جاسیه آیه 21 میخونیم اما حسب الذین اشتره حسیعات ان نجعلهم كالذين و وعملوا الصالحات سواء محياهم ومواتهم سواء ما يحكمون آیا کسانی که اعمال بد انجام میدن اونها رو مثل کسانی که اعمال ایمان آوردند اعمال نیک انجام میدن قرار میدیم چه زندگیشون و چه مرگشون و چه بعد حکمی انجام میدن شما یه نفر مرجع شیر رو دیدید که با, که با شهادتین فوت کنه مگه... مگه, ممکنه این زندگیشو بر شرک گذاشته بر خمس خوری گذاشته بر دروغ و تصویر گذاشته این با شهادتین میمیره اگه مردن بیان عکس خمینی رو نشون بدن ببینن شهادتین گفته همچون صدام الان با شهادتین مرد عکسشو بیارن شو شما ببینید این خامنه درنده با شهادتین خواهد مرد مگه الان براش زبط کنند آره ام حسب الذين اشتروا الصيد آیا کسانی که بدی انجام میدن روزخونی میکنن سین زنی میکنن محرم و ماه جاهلیت مبدل کردن همه جاهلیت های همه ادیان فاسد رو در تشیع و جمع کردن اینها رو ان نجل هم که الذين و الصالحات کسانی که موحد میشن و اعمال نیک انجام میدن اینا رو یکی خراب میدیم چه زندگی شما چه مرگ شما که مکارم اخلاق ارزش های اخلاقی در جامعه جاهلیت هم بود اینا گمراهیشون همین گمراهی, همی گمراهی شیعیان الان بود گمراهی مسیحیان الان بود بشر پرستی میکردن بود پرستی میکردن اون ارزش های اخلاقی رو اسلام سجاش گذاشت قبیله قرش در جزیرت العرب مثل بند تسبیح هم همه قبایل رو به هم واسط میداد اصطلاح و سرور عرب بود در اون موقع و نسب قرش به نسب خود رو افتخار میکردن لیکن ارتباط نسب با ایمان چیه؟ نسب درست مثل تاجیه بر سر مؤمن و اسلام بر حفظ انصاب خیلی اهمیت میده یکی از اهداف ازدواج هم دقیقا همینه که نصبا حفظ بشه و رضا پیانبر اکرام علیه صلی اللہ به حضرت یوسف علیه السلام می که الکریم و ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم تا چار پشت یه خودش کریمه فرزند کریم پدرش جدش جد یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم همه انبیا چه کرمی بالاتر از این لطف خدامت براتر از این برای شما این روایت احمد در مستد شده لیکن این نسب چون با ایمان همراهه اما نسب بدون ایمان ابو اموی پیغمبره از سروران قریشه تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله هو ما قصط سيصل نار ذات لهب امرته وحماره الحطب في جيده حبل من مسار که این آیه شامل سیستانی و خامنهی و خمینی و بقیه مشرکان امروزی میشه خودشون سید میدونن به دروغ پدرشو به قرآن انتخاب کردن با, چه با چهار نفر این سید شد سیغه اینه دیگه یه مشت بی نسب یک مشت بچه متعه اومدن دنیا را فاسد کردن از خمینی اون گرفته تا سیستانی اون محصول چیه؟ مقصودی که وقتی انسان از ایمان دور شد نصبش به ارزشی نخواهد داشت بیش خدا من. اما در با ایمان ببینیم که پیامبر خدا صلی اللہ علیه چطوری فرزندان یعقوب و فرزندان ابراهیم و برادران نصب یوسف تبجیر میکنه و امروز ما چطور آلویت حقیقی پیغمبر رو دوست داریم و حتی در نماز برشون درود میفرستیم

خودت را آتش نجات بده یعنی با عمل خودت من مالک نفع ضرری بر تو نیستم وقتی به دخترش این چونی بگوید یک مش مشرک دین فروش خبیس قبرها را بوت کنند و مردم سوی بوتا بکشند 20 میلیون 10 میلیون یک میلیون نمیدونم چقدر کم و زیاد و ببینید دوستان عمر انسان کوتاهه وقت محدوده روزها مثل تیر رد میشه هر روزی که رد میشه من شما به قبر نزدیکتر میشیم و گزینش خودمون رو انجام بدیم انتخاب خودمون رو انجام بدیم چطور شما مثال از مکان در یک چهار دیواری هستید که صدها کتاب داره تا سب همش کتابه لیکن بعد از دو روز شما امتحانی دارید که این امتحان برای سرنوشت سازه کتاب امتحانتون هم در این, در این کتاب خونه هستش در این دو روز شما چه میخونید؟ اون کتاب امتحانیتون میخونید؟ یا همه کتاب خونه رو میخونید؟ بدون شک اون کتابی که که ازش امتحان گرفته میشید میخونید؟ امروز فقط در دنیا به یک زمان روزانه اینقدر کتاب چاپ میشه که در دویست سال انسان نمیتونه بخونه در یک روزا از کتابی را بخون برنامه ای را ببین تلویزیونی را ببین که تو را به خدا وصل کنه تو را از این شرک ها و از این زلالت های آخوندان جات بده در دین و دنیات مفید باشه با دوستی هم نشینی بکن که حالش تو رو به خدا برسونه سخنش تو رو به بخ... طرف خدا بکشونه اما این که انسان چپ راست بره هر تلویزیونی نگاه بکنه هر کتابی بخونه آقا شما اینجا رفتنی هستید هر چی زودتر نسب درست تاجیه بر مؤمنان اما اگر از خدا دور شد این تاج به دردش نمیخوره و محیطی که پیغمبر خدا صبح سلام بود درست مثل محیط شیعیان امروز بود قبر پرستی شرک بتپرستی پرستی مال خاری به نام دین زنا به نام دین نمیدونم همه چی به نام دین و یعبدون من دون الله همچنان که خداوند در سوره یونس آیه میفرماید ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء الشفعاون عند الله غير از خداوندو ميفرستان چيزاي كه نه ضررشون رسونه نه پرستش در منطق قرآن خواندنه شما میگی یا الله خدا رو پرستیدی میگی یا علی علی رو چه چی که اینا شفیان پیش ما شفیان ما پیش خداوند هستن دقیقا شیعان امروز همی کار میکنن این قبرهایی که بتخانه کردن امامها، ها و امامزاده که بتخانه کردن دقیقا همین حرفا رو میزنن امامزاده چیچی، امامزاده مرار اون موقع جاهلیت ساده بود یک قبیله مثلا از خورما یه بت میتراشید از خورما بعد اینه عبادت میکرد وقتی گرسنه میشد همین خورما رو میخورد اه. مشهور شد که قبیله بود خداشو خورده عقلشون کجاست شرک عقل نمیذاره امروز شیعیان یعنی که به سرکله خود میزنن زنجیر میزنن اینا یعنی عقل, عقل دارن عقل نمیبونه آخوند عقل خراب کرده یه آخوند یه قبیله دیگه میامد به بوتش که عبادتش که دیدن روباه بر بوت کسافتکاری کرده ادرار کرده گفت که عرب یبولو و ثعلبان به قد ضللت من قد من عليه ثعلبو این خداییه که روباه برش ادرار بکنه آره این قبرها رو را, را کنن روباه و گربه و همشی رو کسافت کاری میکنن برای از خود نمیتونه دفاع بکنن در جاهلیت گذشته مردم بت می پرستیدن. که این بوت ها اونها رو به خدا نزدیک کنند چرا؟ چون اغلاشون رو اجاره داده بودند کار نمی گرفتن. در جاهلیت امروز از خلال تصوف و تشیع دقیقا همین موضوع تکرار میشه این موضوع انشاءالله در جلسه بعد اگه خدا بخواد ادامه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين